آقای یاکوف امیدرور از گفتگویتان با بخش فارسی صدای آمریکا سپاس گذارم. خواهش میکنم. نخواست که نظرتان درباره واکنش ایران به تصمیم آمریکا در برسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان چیست؟ به نظر من در رویدادهای اخیر خاور میانه زمانی که ما تونل هایی که از داخل لبنان به شمال اسرائیل می آمدن را شناسایی آشکار کردیم اینکه نخست وزیر و فرمانده کل قوای اسرائیل به مردم اعلام کرد که ما در خاک سوریه بیش از دویست حمله انجام داده ایم و تازه ترین رویداد که طی آن آمریکایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناختند واکنش طرف ایرانی بسیار خفیف بود و برای من این پرسش به وجود می که چرا؟ به نظر من آنها می دانند که اگرچه ممکن است بتوانند ادعاهای زیادی را علیه اسرائیل مطرح کنند اما در نهایت این آنها هستند که میکوشند تا یک پایگاه ایرانی را در فاصله 1500 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری مرز اسرائیل برپا کنند آنها میفهمند که جهان با چنین چیزی موافقت نخواهد کرد و نهایتاً این اسرائیل است که دست بالا را دارد زیرا ایرانی ها میخواهند به منزله یک نیروی استعماری دیگر در خاور میانه باشند و به کشورهای دیگر از جمله لبنان، سوریه و غیره بروند. پس واکنش اسرائیل با این قانون طبیعی که کشورها حق دفاع از خود را دارند توجیه می شود و ایرانی ها هم نمی توانند ادعا کنند که 1500 کیلومتر دورتر از تهران در حال دفاع از ایران هستند. Over... این اعلام آمریکا چگونه می تواند به صورت عملی به اسرائیل برای مقابله با خطر ایران در سوریه کمک کند؟ خب عملا تغییر فوری در کار نیست و با اعلام آمریکا و یا بدون آن اسرائیل همچنان در آنجاست. اما این اعلام لحاظ نمادین و در بلند مدت بسیار مهم است. از لحاظ نمادین به این خاطر که ابرقدرت عمده جهان حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخته است. و در بلند مدت اگر زمانی برسد که ما بخواهیم کشورهای دیگر نیز حاکمیت ما را به رسمیت بشناسند این اعلام آمریکا به ما کمک شایانی خواهد کرد. گذشته زمان نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت ما خواهد بود. شما چقدر از بابت احتمال اقدامات تلافیجویانه سوریه علیه اسرائیل در رابطه با بلندی‌های جولان پس از این اعلام آمریکا نگران هستید؟ نه، به نظر من سوری‌ها در درک موضوع توازن قدرت می‌دانند که با حمله به اسرائیل خودشان را در وضعیت خطر وحشتناکی قرار می دهند. بنابراین این موضوع در حال حاضر چندان مایه نگرانی ما نیست. موضوع بعدی برنامه توسعه موشکی ایران است. ارزیابی شما از تهدید کنونی موشک ایران علیه اسرائیل چیست؟ این یک تهدید بسیار جدی است و ما همیشه در حال مطالعه آن هستیم. ما سامانه‌های خود را برای رهگیری این موشک و مقابله با آنها ساخته ایم. اما می دانیم که ایرانی ها با تولید موشک های دور همه تمهیدات را زیر پا می گذارن. آنها باید درک کنند که رویکرد اسرائیل نخست رهگیری و مقابله با حمله آنها و سپس واکنش متقابل است. <applause> به نظر شما ایران چقدر از بابت تلاش های اسرائیل در استقرار پدافند موشکی با همکاری آمریکا از جمله آزمایش اخیر سامانه تاد نگران است؟ ایرانی ها می دانند که اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند در حالی که ایرانی ها دارند خودشان را برای حمله به اسرائیل و نه دفاع از خود آماده می کنند این طبیعی است که اسرائیل که در معرض تهدید ایران قرار دارد از هیچ اقدامی برای دفاع از خود فروگذار نکند اما این تنها یک بخش از تمهیدات ماست بخش دیگر آن است که ما خودمان را جهت نشان دادن واکنشی که برای ایران ویرانگر خواهد بود آماده می کنیم. چه واکنشی؟ ما درباره جزئیات صحبت نمی کنیم اما میدانید که در صورت حمله ایران به اسرائیل این کشور ناگزیر از تلافی و اقدام متقابل است و این اقدام متقابل برای ایران ویرانگر خواهد بود ارزیابی شما از خطر نیروهای نیابتی ایران در منطقه مانند حزب الله و حماس علیه اسرائیل چیست؟ حزب الله اساساً بخش یا زیر شاخه ای از ایران است این گروه توسط ایران ایجاد و حمایت مالی شده و بسیاری از تصمیماتش توسط ایران اتخاذ می شود مثلا نصر الله که خودش سر خود نیامد و نیروهایش را اعزام نکرد تا دست کم 1500 لبنانی را در سوریه قربانی کند این تصمیم در تهران اتخاذ شده بود ایرانی ها کاملا آمادند تا به جای اینکه نیروهای ایرانی را برای جنگیدن به جبهه نبرد بفرستند جنگجویان حزب الله را قربانی کنند پس می توان گفت که آنها به نوعی به عنوان مزدوران ایران در سوریه می جنگند. بنابراین ما حزب الله را یک سازمان مستقل نمی دانیم. درست است که آنها در لبنان نیز منافعی دارند اما در نهایت تصمیمات در تهران و با هماهنگی رهبران حزب الله در لبنان گرفته می شود پس حزب الله در نهایت یک نیروی نیابتی است که توسط ایرانی ها و در خدمت منافع آنها استفاده می شود و آنها آمادن هر تعداد لبنانی که لازم باشد را قربانی کنند. اما قضیه حماس کمی متفاوت است. حماس یک سازمان مستقل سنی فلسطینی است که از ایران کمک بسیار زیادی دریافت می کند. اما بخش یا زیرشاخه ای از ایران نیست. آنها تصمیماتشان را به صورت مستقل اتخاذ می کنند و همین امر همزمان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آنهاست. زیرا ایران آنطور که پشت حزب الله ایستاده از حماس پشتیبانی نمی کند. البته در هر دو مورد ایران آماده است تا دیگران را برای منافع خود فدا کند ولی به هر حال وضعیت این دو گروه با هم فرق می کند. حزب زیر شاخه ای از ایران است اما حماس تنها از ایران کمک بسیار زیادی دریافت میکند ارزیابی شما از تاثیرگذاری راهبرد تحریم های ایالات متحده علیه ایران برای اعمال کارزار حداکثر فشار بر آن رژیم چیست؟ so far, من فکر می کنم که تاکنون این راهبرد موثر بوده اما کافی نبوده است. میدانید تقریبا ده سال پیش قبل از اینکه ایرانی ها به مذاکرات مربوط به فعالیت های بپیوندند به همه به ما میگفتند که ایرانی ها نخواهند آمد و ما به اروپایی ها چین و روسیه که امروز در این تحریم ها مشارکت نمی کنند در سازماندهی تحریم ها علیه ایران کمک کردیم و نهایتا ایرانی ها برخلاف بر و برنامهشان پای میز مذاکره آمدند البته آنها قصد نداشتند که بیایند اما تحت فشار چاره جز آمدن پای میز مذاکره نداشتند و شما نتایج آن را میبینید اما حالا نمیدانم چون این آغاز یک پروسه زمانبر است آیا می توانید حدس بزنید که چقدر طول می کشد تا تحریم ها موجب تغییر رفتار ایران شوند؟ نه زیرا تجربه ما از تحریم ها به تحریم هایی بود که توسط آمریکا و همه اعضای دیگر گروه یعنی اروپایی ها، چین و روسیه اعمال شده بودند. اما حالا فقط آمریکا و چند کشور دیگر هستند و چین، روسیه و بسیاری از کشورهای اروپایی در آن حضور ندارند. پس هنوز نمیدانیم که این روند چقدر طول می کشد و آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نه. اسرائیل چه خواسته های واقع گرایانه دیگری در زمینه تحریم ها از آمریکا دارد؟ ما از آمریکایی‌ها ها چیزی نمی خواهیم. آنها می که این به نفع خودشان است و خودشان تصمیم می گیرن. ما می توانیم با ارائه اطلاعات و غیره در تصمیم گیری به آنها کمک کنیم اما تصمیم گیری نهایی اینجا در واشنگتن انجام می شود نه در اسرائیل در مورد روابط اسرائیل با کشورهای عربی تماسهای علنی اخیر مقامات اسرائیلی با مقامات عرب در چند ماه گذشته تا چه حد مهم است؟ I think it's very, very significant. به نظر من بسیار مهم است البته این هم یک روند است این چیزی نیست که کسی فردا صبح بیاید و بگوید بسیار خوب ما با اسرائیل روابط رسمی داریم این یک روند است و ما آهسته آهسته خواهیم دید که اسرائیل به تدریج تعامل بیشتری با کشورهای عربی خواهد داشت کشورهای عربی دو تهدیدی که متوجهشان است را درک می کنند یکی سیاست تجاوزگرانه ایران است که می توانید آن را در همه جا ببینید و دیگری جنبش سلفی در دل جهان سنی است. آنها می دانند که پس از بیرون رفتن آمریکایی ها تنها منبع ثبات و قدرت در منطقه کشور نیرومند اسرائیل است. آنها درک می کنند که ما می توانیم با آنها کمک کنیم تا با این دو موزل یعنی ایران و جنبش های سلفی مقابله کنند. آنها همچنین می دانند اگر بخواهند در آینده در وضعیت بهتری قرار بگیرند به فناوری اسرائیل برای کشاورزی، آبیاری و غیره نیاز دارند. البته ایران نیز به این فناوری ها نیاز دارد. اما ایرانی ها نمیخواهند ایدولوژیشان را فدای منافع شهروندانشان کنند. اسرائیل می تواند منبع عظیمی از دانش، توانایی و فناوری مرتبط با بخشهایی باشد که هم ایرانی ها و هم کشور ما نیازمنده تغییر آن هستند و آب آبیاری و کشاورزی تنها سه نمونه هستند ما امیدواریم که این همکاری در آینده وضعیت آن کشورها را بهبود بخشد اگر زندگی شهروندان معمولی خواهر میانه در آینده بهتر شود به نفع ماست هر زندگی آنها بهتر باشد همکاری آنها با اسرائیل هم آسانتر خواهد بود برخی کشورهای عربی از تصمیم ایالات متحده در ارتباط با بلندی های جولان انتقاد کرده و گفتند که این تصمیم موجب تضعیف همین همکاری که درباره آن صحبت کردید می شود. نظر شما چیست؟ آنها کشورهایی با حاکمیت مستقل هستند و باید خودشان تصمیم بگیرند. ما نمی توانیم صرفاً به خاطر داشتن روابط بهتر با کشورهای عربی منافعمان را قربانی کنیم. ما هر دو کار را انجام می دهیم. من هیچ تناقضی در این زمینه نمی بینم. آقای یاکوف امیدرور بسیار سپاسگزارم. خواهش می کنم.